اصلاحات سیاسی یکی از مهمترین مباحث در آثار مکتوب و شفاهی عبدالبهاست. از آنجا که در آن زمان ایران یکی از تاریک‌ترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند و از هر حیث در پایین‌ترین درجه تمدن بود، عبدالبها همیشه دغدغه اصلاح اوضاع ایران را داشت. بیشک یکی از مهمترین نوشته‌های دو قرن اخیر در زمینه راه‌های توسعه ایران، رساله مدنیه به قلم عبدالبهاست. دیدگاه عبدالبها درباره توسعه ایران در این رساله و سایر نوشته‌هایش مبتنی بر خردگرایی و علمگرایی است. عبدالبها در نگرش تمدنی خود نه چون غربیان دین را کنار می‌گذارد و فقط پیرو دریافت‌های عقل می‌شود و نه چون سنت‌گرایان مذهبی خردگریز می‌ماند و نسبت به دستاوردهای علم و فناوری جدید مشکوک است. درباره راه‌های اصلاحات ایران در سفرنامه عبدالبها به غرب از قول وی نقل شده است: میرزا تقی‌خان صدر اعظم با آنکه ظلمی بر بهائیان کرد که تا حال کسی چنین ظلمی نکرده است، با وجود این در امور سیاسی و مسائل کشور اساسی گذارد که واقعاً نهایت متانت را داشت و حالان که در هیچ مدرسه اروپایی تحصیل نکرده بود. تحصیل صحیح کمک حال اشخاصی است که دانا و آگاه و مؤید باشند، ولی اگر دانش فطری و تأیید الهی نباشد، فقط تحصیل چه ثمر و اثری دارد؟ در یکی از سخنرانی‌های خود در پاریس می‌گوید: باید دعا کنیم که ایران به فضل الهی از مدنیت مادی و ذهنی مغرب زمین نصیب برد و در عوض به فیض رحمانی انوار روحانی به آن سمت بتاباند. این آمیختگی و همگامی تمدن مادی و معنوی ویژگی دیدگاه عبدالبهاست که نظریه او را در زمینه توسعه از دیگر هم عصرانش متمایز می نماید. عبدالبها عناصر لازمی برای اصلاح امور ایران برمی شمارد که مهمترینشان عبارت است از قانون‌گرایی، مشورت در قانون‌گذاری و اداره کشور، تعلیم و تربیت عمومی به خصوص برای پیشرفت زنان، اقتباس و بهره‌گیری نقادانه از دستاوردهای علمی و فنی جامعه غرب، استفاده از میراث به جا مانده از فرهنگ و تمدن گذشته ایران و به کارگیری استعدادها و توانایی‌های جوانان ایرانی، برابری زنان با مردان در همه امور اجتماعی، توجه به رعایت عدالت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مراعات حقوق بشر. برای دستیابی به جامعه ای عدالت محور نیاز به قوانین عادلانه و منصفانه داریم و برای به دست آوردن چنین قوانینی باید نهاد قانون‌گذاری داشت که با انتخاب آزادانه مردم تشکیل شود. عبدالبها میگوید جامعه ای که مجلس قانون‌گذاری داشته باشد ولی نمایندگانش از نظر اخلاقی فاسد باشند، از نظام استبدادی بدتر است. این روشنبینی عبدالبها در جامعه ایران پس از مشروطه تا حال آشکارا دیده شده است. یکی دیگر از عناصر مهم اصلاح و توسعه پایدار و همه جانبی ایران، لزوم جدایی و استقلال نهادهای حکومتی به خصوص نهاد دولت از نهادهای دینی و اعمال نظر رؤسای مذهبی است. تجربه تاریخی در شرق و غرب نشان داده که هرگاه رؤسای دین در امور دولت‌ها مداخله نمودند، هم به زندگی مادی مردم زیان رساندند و هم به وظیفه اصلی خود که تهذیب اخلاقی انسان هاست صدمه زدند. رساله سیاسی معروف‌ترین نوشته عبدالبها در نقد تاریخی و سیاسی دخالت علمای اسلام در کار اداره حکومت است. عبدالبها بر تأسیس دادگاه‌های مستقل مدنی تأکید دارد. دادگاه‌هایی که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورا به شکایات و جرایم افراد ملت رسیدگی نماید، نه استنباطات قاضیان از شریعت. وقتی عبدالبها می‌شنود که شاه ایران و صدر اعظم مرکزی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات و اختلافات مردم تعیین کردند، در نامه‌ای از این اقدام استقبال می‌نماید و آن را نخستین گام حکومت در اصلاح امور می‌داند. می‌نویسد این قضیه بسیار مفید است و سبب آسایش و راحت. انشاءالله موفق بر اجرا گردند و نادانان دست از بی‌حیایی بردارند و از قوانین و احکام عادلانه اطاعت نمایند.